بدرود بر هموطنان گرامی، مشیر احترام در خدمت شما برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است، 31 از ماه سپتامبر سال 2007 میلادی. برنامه سرزمین جاوید روزهای دوشنبه از ساعت 12، روزهای چهارشنبه از ساعت 12، هر روز تهیه کنیم بعد از ظهر، روزهای پنجشنبه از 4:45 تا 6، روزهای یکشنبه از ساعت 9 شب تا جهانی شب مثل دیشب پخش می شود. بله، روزهای دوشنبه در خدمت شما. مقالطات رو عرض می کنم، مطرح می کنیم، انگاهش خدمت رو معرفی می کنیم، بعد متون رو می آوریم خدمت شما. متون ادبی، متون مقدس، مقالطات مقدس، دروغ‌های الهی، عرض می‌کنم که از همه نوع و همه دست هست، چون کار ما با مغلطه بوده. ما مشرق زمینی ها مغلطه کار بودیم، اساسا ما مخترع مغلطه و استبداد بودیم. جنگیری و رمالی و عرض می‌کنم خدایان عجیب غریب و الله پشمدار و عرض شود جهنم و پرآتش و بهشت و حوری و سلمان و اینا همه مخترعات ماست. خلاصه مشرق الهیج هم نرسیدیم هنوز، این قافله تا به عرش لنگ است. باری حداقل بدانیم اینا چه بوده. بدبختی رو فرمایید از جنج شایگان سخن سعدی، دیوان سعدی، این شنبتی برای شما بخوانم. بله، شنیدم که وقتی سحرگاه عید، ز گرمابا اومد برون بایزید. بایزید برای بچه هایی که نمیدانن سلطان بایزید بستامی، بله، از مخاخر تاریخ عشق بایزید، سلطان بایزید. شنیدم که وقتی سحرگاه عید، ز گرمابا اومد برون بایزید. یکی تشت خاکسترش بی خبر، فرو ریختند از سرایی به سر. همی رفت ژولیده دستار و موی، کف دست شکرانه مالان به روی. که ای نفس، من در خور آتشم، به خاکستری روی در هم کشم. این داستانی که سعدی آورده است در اینجا در باب حلم، از می شود که به گمان من برابری می کند با همه داستان هایی که در باب از شود که اولیا گفت. یکی توی آب را می رفت، یکی به هوا می پرید، یکی نمی دونم یک سال روی پشت بام ایستاده بود. کعبه نید از این مهملات بیمعنی واقعا حقیقی است. سخن سعدی شنیدم که وقتی سحرگاهی، زگر بابا آمد برون بایدی. چه روزی، روز عید، بایزید رفته به گرمابا آمده، یک مردم تشت خاکستر میزن به سرش. یکی تشت خاکسترش بی خبر، فرو ریختند از سرای به سر. همی رفت ژولیده دستار و موم، کف دست شکرانه مالان به رو. شکر خدا را به جایی آورد که ای نفس، من در خور آتشم، به خاکستری رو در هم کشم. بزرگان نکردند در خود نگاه، خدا دیری از خیشتن دین مخواه. بزرگی به ناموس و گفتار نیست. این ناموس معنی امروز رو نمیده ادا، یعنی ادعا و سر و صدا ها رو عرض کنه که میگوید کیست که پیغام من به شهر شروان دارد. یک سخن از من بدان مرد سخندان برد، گوید خاقانیا این همه ناموس چیست. هر که بیتی به گفت لقب ز خاقان برد. بله، بزرگی به ناموس و گفتار نیست، بلندی به دعوی و پندار نیست. تواضع سر رفعتت را زدد، تکبر به خاک اندر اندازدت. به گردن فتد سرکش تون خوی، بلندی باید بلندی مجور. داستان البته بسیار هست. این از باب تواضع، باب چهارم از بوستان شیخ اجل سعدی. خب هر سبت که در باب مقالطات چند نوع مغلطه را خدمت معرفی کرد. مغلطه یعنی سخنی که از سبت که مبانی منطقیش درست نباشد.
مثلا آقا این کتاب را خدا گفته است، اگر میتوانی یکی مثل این بیاور. لعنت است، برای چی من یکی مثل این بیاورم؟ یعنی چی یکی مثل این بیاور؟ اگر چه من چم چمن کتاب مثل این نمیاورم، این مزخرف، این سخن بیهوده است، این سخن داره معنی نیست. باید سر محتوا میگریست، سر عبارات میگریست، سر تأثیر میگریست، نه اینکه بر یکی مثل این بیاور. خب هیچ کس مثل هیچ کتابی کس نمیتواند بیاورد. اگر باقر مجلسی هم ادعا میکرد که آقا هر کس میتواند یک دونه حلیت و محلیت و متقن بیاورد، هیچ کس نمیتونست بیاورد. این مغلطه است، این میگن مغلطه بردن آف پروف، یعنی شما مسئولیت اثبات رو گردن یکی دیگه میندازید. خودتون باید یه چیزی رو ثابت کنید. اینش اینو بهش میتوان گفت مغلطه ملا نصرالدین. گفتن آقا وسط زمین کجاست؟ میخ دبیرش رو کنید. گفت حالا تو بر اندازه کن، من میگم زمین اینجا. ملا من مغلطه کرده، چون وقتی میگن آقا این وسط زمین کجاست، اگر ملا میتوانست به لحاظ ریاضی یا نجومی یا لحظه ثابت کنه، ما درست بود. نگه میخدمیدت رو بگو حال تو ثابت کن، اینجا سیگی نبار اندازه کن. این خدا گفته است، میگو نه برو مثلش بیا. خب مرد حسابی این که مغلطه است، اینا رو برای عربای نادان 1500 سال پیش گفتن، هنوز هم من میدم شایعه مثلش کسی نه. آقا مگر مثل شاهنامه کسی آورد؟ مگر مثل جمهوریت افلاطون کسی آورد؟ مگر مثل ارغنون ارسطو کسی آورد؟ مگر مثل یک نمیدانم چنین گفت زرتشت از کنم نیچه کسی آورد؟ میسر نیست. اثر هر کسی مثل اثر انگشت حاصل پیچیدگی های ذهن انسان است. چی رو مثل کسی آورد؟ برو مثلش بیاورد. ما رو گرفتن با این دروغ ها و مقالطات. به مغلطه burden of proof، burden یعنی مسئولیت، مسئولیتی که از شبت که باید سنگینی تو هم باشه. برو اندازه کن، تو برو ثابت کن، تو برو مثلش بیا. این به خداوند تبارک و تعالی گفته است، جبرئیل امین هم آورده است. اینا به درد عرض میکنم که مرغان درخت هم نیخوره، به لحاظ منطقی عرض میکنم. حالا اون کسی که میگه من مؤمنم قبول دارم و درود برو، اما اینها قضایای حقیقی نیستن، اینها قضایای حقیقی نیستن، اینها مغالطات هم، لغلقه زبان هست. برو آقا برو مثلش بیاور. اگر سمع جن و انس کم شما یک آیه مثل این آیه نمی آورن. آقا برو دنبال کار زندگی، محتواش نگاه کنین. آقا شا پر مغلطه و پر تضاد و پر از چیزهای عجیب غریب آسمان و ریسمان و حرفهای چیز خشن و دستورات قتل و چیزهای خوب هم توش هست. البته این هم خواستم توضیح برم خدمت شما که وقتی ما یه اثری در دست میگیریم، بخش به بخش باید این رو قضاوت کنیم. یک مرتبه به خاطر دوتا مغلطه کل اثر رو نفس نکنیم. همین ملا باقر مجلسی که اینجا هست، که این مزخرف بودترین آدم تاریخ شیعه است، اما وقتی در باب احسان صحبت میکنه، در باب انفاق صحبت میکنه، در باب حلم صحبت میکنه، حرفش خزیبان خب خوبه، اما بخش اعظمش مغالطه است. ما اینا رو باید بدانیم. وقتی میگوید در حدیث صحیح هست، بدانید که اونجا دروغ شروع شد. شما وسیله برای اثبات صحبت این آقا ندارید. چه حدیث صحیح هست که وقتی نوره را میخوای بمالی، نوره را به بینی بذار تو تا آیم بخوام. این چه مزخرف و مهملی است، اینا به درد نمیخوره. معیار سنجش خرد هست هموطن. معیار نه بهشت هست، نه جهنم، نه دوازده نمیزنم امام و چهارده معصوم، نه جعفر صادق، نه باقر. جهان مدنی و مدنیت بشر و باقر و صادق و اینا نساختن. اینا روش معاملات میگفتن، روش سید خمس زکات میخونه، یه چیزی هم میگفتن، آدم های خوبی هم احتمالا بودن، اما اینها بوتی نیستن که ما بپرستیم. و ما نمیدونیم واقعا اینا چه گفتن، چه بودن. مجلسی نشسته در روزگار نمیدونم شاه سلطان حسین، از خودش ادعا کرده که حضرت امام جعفر صادق گفتن که وقتی با اون وارد بیت الخلا بشوی، اول پای چپ بذار، بگو فلان، بذار سنگینی به پای چپ اندازه. از مدخل اینها علم نیستن، اینها معرفت نیستن، اینها قضایای حقیقی این جهان نیستن. مقصود اینجاست. بنابراین مغالطه به ما نشان میدهد که قضایای حقیقی چیست، یا حداقل میگوید که قضایای دروغین کدام هستن. اگر عبارتی صادر شد و عیب داشت و شما با بالا و پایین کردید، در بابش بحث کردید، تحلیل کردید که این به جای منتهی نمی شود، این این مغلط است، به در نمی خورد. چند روش به شما معرفی کردم قبل از اینکه وصیت‌نامه امام رو بخوانم، چند روش یه خطرت معرفی کنم، حواستمون باشد.
این کاره آقای شریعتی خدا بیامرز 90% مخالفه بود. مطهری یک سر مغلطه. این داستان هایی هرچی مله ها می نویسن همش مغالطاته، اینها به درد نمی خوره، به درد هیچ انسانی نخوره، اینا لغلقه زبانه. یعنی یک مقداری هوای گرم از این شش ها میاد توی این اندام های صوتی، بعد به صفت صدا در میاد، هوای گرم می زنه بیرون، هیچ معنی نداره. در شب اول قبل نکیر و منکر با شما خوندن، یکی میگوید که ما اسم و تر، یکی میگوید ما دین و که اینا مزخرفاته، اینا قدر حقیقی زندگی نیست، اینا به درد نمیخوره، هیچی میزنی. خب هر شبت که ما چند نوع خدمت رو معرفی کردیم، بپردازیم به چند نوع دیگر. بله خب، یک مغلطه هر شبت که مغلطه یه تشبث به ترس هست، یعنی شما یکی سلو بترسانی و با ایجاد روح در دل او قضیه ای رو حقیقی جلوه بدهی به موقع قبولانی. النصرو به روح، فلسفه اسلام عزیز از ابتدا با روح و وحشت بوده. آره شما قبول می فرمایید، بفرمایید، نمی فرمایید، نفرمایید، تاریخش هست. اگر خداوند تبارک و تعالی آیات می فرستاد، انقدر این آیات می بایست که قوی می بود و انسانی می بود و نیرومند می بود و معنوی می بود و عمیق و عتیق می بود که مردم قبول می کردن. نه اینکه شمشیر بزنی پشتش گردن مردم رو بزنی انبالش هم ببری که یا قبول کن یا سر کارو می بردن. این تشبث به رعبه، یعنی ایجاد وحشت. خودشون هم فرمودن النصر به رعب، آخوندها هم می بودن النصر به رعب، می خواهد تیروز شمی ایجاد وحشت کن. آقای خمینی هم وارد بود به این امور، خلخالی رو فرستاده بود در اطراف اکلا بدون جهت، بدون هیچ گونه دلیلی که آقا برو از هر زندانی زخوزن رو بگیر اعدام کن که مردم از ما بترسن. اگر نترسن که ما نمیتوانیم حکومت رو پربرکت اسلامی برقرار کنیم. آقا شاهد عینی رو بنده میگفتن، یک بار دیگه هم خدمتتون گفتم، ایشون در شیراز بوده، گفت در شیراز آقای خلخالی آمد، اون چه آدمی خلخالی؟ شما فکرشو بکنی که سردار اسلام همه مغزوم علاجون همه جوری بوده دیگه، اگه نه آدم حسابه که نمیره مردم میره بکشه که. اون 14 نفر رو به آقا بازپور که آقا این 14 نفر که شما میگویید اینها محکومیت کشیدن، مثل زندانیشون دارن میکشن. آمد در زندان عادل‌آباد یه میز گذاشت بود با اون شکمش نوری میز را میدن و 14 نفر صدا کرد، یک زن از کنم آبستن، شما فکرشو بکنید. یهودی هم بود اون زن به نام شهلا، شهلا گوهل. این رو حل کنن که بیچاره سلمانی داشت، اینا گفتن سر فواهش رو درست میکنن، سر فواهش رو درست میکنن شد جو بعد از اون فواهش سرشون درست نکردن دیگه، فحشا رو برانداختید. جمهوری پربرکته فقط در تهران میگن 600 روزا کاهشه جوان هست نماند. این آقا و زن آبستن رو گذاشتن تیرباران کرد یه جهت برای که ایجاد روح بکنن، چون اینا میدانن که عرض میکنن که این آیین حنیف و بزرگ با ایجاد روح و سربریدن و کشتار سیاسی رو عرض میکنن هم فتح مکه. شما فکر کردید این کلمه فتح مکه، فکر کردید این کلمه فتح مکه یعنی چی؟ شنیدیم از فتح خنده ها، فتح اتفاق، فتح نمیدونم نشابور، یعنی که نیروی نظامی بریزی به قوی قهریه جای رو فتح کن. یعنی مرکزیت عرب با نیروی نظامی از ضرب شمشیر مسلمان شده. این معنی فتح مکه است. اساسا از شنیدنش بعد انا فتحنا لک فتحا مبینا. آقا اگر که این داستان مال خدا بود و از آسمون آمده بود که دیگه احتیاج شمشیر خالد ابن ولید و پسر ابو طالب و اون نمیدونم دوزای سرگردنه نداشت که. میبایست این قبل قدیه هی بود مثل اندیشه های بودا و اندیشه های مسیح کنفسیون خودش گسترش پیدا میکرد، نه به زور شمشیر دوزای سرگردنه. انا فتحنا لک فتحا مبینا، به تکبس، به ترس و وحشت. عرض کنم که این اشاره ها مسلمون شدن، بعد انجام بعد نیست، بعدا شروع کردن سرقت کردن و خنیمت رو برن. آقا تجارت بهتره، تجارت باید سرمایه میذاشتیم، زحمت میکشیدیم، میرفتیم به شام، میرفتیم به یمن، حالا میریم سر گردنه. بهتره که شمشیر هم نداریم میدوزید. حالا اون یه آخون زنگ زده به من آیات قرآنی گذاشتی، من به حساب مقابل هر آیه که تو گذاشتی 10 آیه نقیض اون آیه هست، مهمت چرا میگیره من؟ لاغل بدون میدون چه میدونی؟ بابا جان با کی داری صحبت میکنی؟
این مزخرفات تا در قرن دوم و سوم هم نمیخورد. همون زمان آدمای بودن معتزله و قبل از اون آدمای شعوبی و همه چیزا رو رد کردن. حالا تو اومدی قرن 21 برای من علت این حضور نمیخوانی. تشبث به ترس، بله، تالیسی ها اپیل تو فیر، این فیر یعنی تریجاد و وحشت کردن، یه ترس و وحشت کردن. نازی هم همین کاری میکردن، اسلام عزیز هم همین کاری کرد، جمهوری محترم اسلامی هم با ایجاد وحشت الان داره زندگی میکنه. بابا میخواد بره ایران، یه پیر زن یه آقا گوشه خونه افتاده میمی ترسم برم بیرم میگم خانم محترم مادر گرو چه چرا میترسی چه چه کردی یا خیلی نشد من تو زلیم ندارم ممکنه بگیرم مثلا من دار بکشم. خب گذشت از عرض میکنم که تشبث به ترس، تشبث به چاپلوسی، فالسی آف اپی تو فلاتوری، این فلاتوری همون تملقه. من شاید تو ادبیات آمریکا، تو تاریخ آمریکا، یعنی نوشته خواندم یه بار یا دو بار، من بیشتر ندیدم. به جهتی که اینجا چاپلوسی کاربرد نداره، اما در زبان چینی فارسی میگویند چاپلوس، متبلغ، دستمالچی، مال، نمیدونم بادنجون در قابچین، هزار یک لغت ما داریم برای این. چرا؟ چون این عمل در فرهنگ ما رایجه. چرا رایجه؟ چون استبدادی بوده، فاسد بوده. حکومت های فاسد و استبدادی، فضای دیکتاتوری ایجاب میکنه چاپلوسی و تملق، چون از طریق صحیح و درست حرف منطقه کارتش نمیگه. یه گندکاری میکنه آقا، بعد با چاپلوسی میخواد ماله میکشه. خوابان سر شما سر یه شاه ها تو زماردی خصمت افعی به زمارد نگرد کوه شود. دهن شاعر باید جل گرفت با این شعرش. نه کرسی فلک نهد اندیشه زیر پای، تا بوسه بر رقاب و غزل اصلاف زند. اینم باید گل گرفت. چاپلوسی، این یکی از مفاسد این جامعه ما، متاسفانه تقصیر ایرانیان نبوده. به جهت اینکه تا چشم باز کردیم و تاریخ یاد میدهد بعد از عرب همواره شمشیر بالای سر ما بود. اینا کی هستن آمدن؟ اینها سرداران اسلام هستن. قتل عام کردن آقا، کشتن سر 1000 نفر در قادسیه، کشتن سر 50000 نفر در نهاوند، کشتن یه 80000 70000 نفر در جلولا کشتن. خب وحشت همینجا رو پرا میگیره دیگه. قوم رفتن، یه عربا قومیه اینا رو نپذیرفتن. گفتن این جانوران کی هستن آقا؟ این اهریمنان کی هستن؟ شب سر 70 نفر رجال قوم سر بریدن انداختن تو خونه یک. تمام شد با ایجاد وحشت. بنابراین در این سیستم های استبدادی که از میکنن که کار نبر حسب لیاقت و درایت و کفایت هست، بر حسب نزدیکی به تشکیلات قدرت هست، اون آدم هایی که بیرون از تشکیلات قدرت هستن بایدی با گریه و زاری و خم شدن و گلا شدن. اصلا زبان فارسی رو ما خراب کردیم. کجا زبان ما زبان ابوالفضل بیهقی؟ کی زبان ما زبان فردوسی؟ کجا زبان ما زبان ترجمه طبری؟ مینگو مین شد از تو دلال شدن و مینگو مقابل میزه حضرت. چه مرد پارسی اینقدر مینگو مین میکرد و نمیدونم نحیف و ضعیف لغات رو بکار؟ لغات ضعیف و نحیف به خاطر روحیه ما نحیف شد، به خاطر استبدادها و کشتارها و اینها. یک چاپلوس در یک سازمان تمام سیستم رو خراب میکن. اگه دیدید که کسی شما چاپلوسی میکنه بترسید از آقا، وحشت کنید از آدم، ترسناک این. آدم وحشتناک نیست این آدم چاپلوس دست مال به دست. به جهتی معلوم نیست شما صورتتون رو برگردونی چیکار بکنید. پشت سرتون آقا اندازه داره، کلام شرف داره، عبارات حیثیت دارن، اینجوری نیست. کار سواتی تو فلاتوری، فلاتوری لغت انگلیسی شه، یعنی یه لغت من
کاربرد هم نداره، شما نمیشنوید چون رایجی مجبور نیست که تینده چاپلوسی نمی کنه، مجبور نیست که چاپلوسی بکنه. من نشنیدم ندیدم حرف بیهوده. دیدی اداره خواهش میده اگر قانونی انجام میدن، اگر نیست انجام نمیدن. دیگه آقا خواهش میدم سر شما سر شیر و آقا عشب لباس قشنگ آقا این آقازاده شما مثلا انیشتن بایدید تو چی بشه از این مزخرفات ممالات خورمان سر شما سر شیر دومت و دومت رو باید مزخرفات اینجا زگه بود کاری مملکت اینجا نمیدسی. پس چاپلوسی یک نوع مغلطه است. کسی که داره چاپلوسی میکنه یا خرابه یا کارش بلدی، یه کسافت کاری کرده یا یک نقشه ای داره که میخواد سوء استفاده کنی از کارش میدوزه. از اون مرد حسابی که زن حسابی که چاپلوسی نمی کنه. زمانی که ما افسر بودیم آقا ایستاده بودیم که بریم نمیدونم کجا، یک سرلشکر میومد سیگارش دستش بود، آقا اینجوری کرد که این سیگارش رو کرده دسته این مردی که برای خجالت بکش. آقا تو افسری منده کردی، اسمش هم نمیگم. حالا یه بار اسمشو بردم گل برداش برد رستوران پیش رو فرطه که ما که آبا بوی اسم بارو نهاره ما آخونده ها چیز رو قصد میکنه. خب این چه تاریخ چاپلوسی شما هست، تاریخ پروندت هست، یه سیگار تیم سار شده دسته یه جلو میشدی کوچین تیم سار میبستی. با شرافت انسانی سازگاری نداره. حتی این نماز خوندن هم من میدونم زن و چاپلوسیه. این چه جور عبادتیست؟ خودمانی کسی نیست. شما هم نگیم نشستی ولی آخه هی سر مالیدن به زمین دوبار رو برافراشتن، این هم شد عبادت، این هم شد نیایش به درگاه باری تعالی. خدا بهش بر میخوره این کارا. اینقدر ذلت و خدا بر نمیتابه. خدا که سهله بابا، یه آدم حسابی که یک ذره متانت و شرافت و اصالت و پدر مادر داشته باشه شما زیاد بهش تکلیف کنی ناراحت میشه. آقا نکنی کارا رو. چگونه خدا میپسنده که شما هر روزی پنج نوبت هی بیفتی سرت بمانی زنی که چی بشه؟ این مایه ننگ واقعا اینجور عبادت. آقا عبادت آدم میره در عبادتگاهش مثل آدم مینشینه یه ذکری میکنه، تمرکزی میکنه، یک حضور قلبی، یک چیزی. آخه چیه سر به زمین دوبار به هوا؟ اینو من مخالف کرامت انسانی میدونم، این سر به زمین دوبار به هوا. بله بله. خب یک رو مغلطه هم هست عزیزان به نام مغلطه اتیک و ناولتی. ناولتی یعنی نوگرایی. به به این نو و این تازه اومده، عجب چیز خوبیه. این کتون ها به درد نمیخوره. آقا کتون چیه؟ دهاتیه کلاسیکی که تنت کن. این گیگای مسی و ایلا رو بنداز زور پویم میرم همین پلاستیکا که میسازن ملامی نو جدید کارخان صنعتی آمده. آقا این گیگای اسمانی نه چه بنده زور آقا این پلاستیک بکن شفاد جدیده. اینجوری کرده بودن فرهنگ ما رو زمان گذشته. با مغلطه این که این چیز نویست، از جهان نو آمده، از جهان پیشرفته آمده. نو کهنه رو بردی تو بابا کتون میباد به اون زیبایی خانومش هم رنگش میکرد. فکر میکنم اون رو پیرهنی که من دیدم خودشون با چرخ میشتن رنگ میکردن این باشه به ازادو رنگ گیر نبره بود. به این دازور آقا این چی کرواستن رو کردی؟ از پلاستیک رو بردن دستو کار بودن به فرمان دربار. پلاستیک دیدن پولیستر این تاری خارش میگردن اشتی بکنم چشه جیبه هایی که شاهکار به سرعت بود. آقا جیبه های ملکی اصفهان آقا جان اصلا دیگه نمیدونم چی بگم به شما. تایر ماشین رو میبریدن روش چیزی میکشیدن میگفتن این از تایر ماشین رو وقتی دارم نفهم این جیب بوده، اون تویوتا بوده، اون نمیدونم چی بوده. تایر ماشین آقا تایر ماشین کجم بود گفتن این نوع چیز نو خوب است. اما نه هر چیز نو. با مغلطه این که این نوع است. حالا ما ذهنیت ما شرقی ها عقبگرا فکر کنیم هر چیز کهنه است خوبه. هر دوش مغلطه است. هم تکیه بر این که یک چیز چون قدیم خوبه مغلطه است، هم چیزی که چیز جدیده مغلطه است. این است که باید ببینیم چه چیزی
حالا بنده وارد داستان شعر نو نمیشم، شاید باز سر صدا بلند شه آقا شما با شعر نو مخالف. نه آقا جان، بنده با هنر مخالف نیستم، با اباطیل و اراجیف مخالفم. بله شما بیارید ببینیم آقا اینا چند میلیون بیت گفتن، چند میلیون صفحه سیاه کردن، یکیش مونده. یه چند شعر خوب بودن، البته اونا هم 80% کاراشو بیهوده بود، یه چیزی. نه به صرف این که چون نو هست خوب است، مغلطه این چپی ها و توده یا این بود که آقا هرچی آقای نیمایی چیز گفته دیگه بحبه بحبه جهان ادبیات رو در نبرد. آقا اینو خدا بیاورده، این مرحوم اسفندیاری نیمایی چیز یک آدمی بود متوسط، شاعری بود میان مایه، بلکه کم مایه، اشعارش هست، یه چیزی ترجمه های فرانسه میدونه که یه کم ایمونه. بله چی کنی که دیگه اینها دشوده یا دست گرفتن آقا به سر ما کوبیدن. دوران حقانیت مالی خولیا از زهیستی اول لحیستی شروع شد تا انقلاب بعدش هم بخار شد. جند از این دور آقا این حافظ مزخرف گفتی این خیام چی میگه، این فردوسی اصلا متجه بوده سرجه برید این دور بشستید به نیما. از سوی دیگر اون سنتگراهای متعصب هم بودن که یک سر رفت میکرد یه چیز زیبایی هم یک میدونش میگو آقا اینجور قشنگ گرسن گفت نه چون جدیده به درد نمیخوره. اونا اشتباه، این هر دو مخالفات هست، حواس من باشد. یک کمی حلم داشته باشیم، فکر بکنیم، بسنجیم، ذهنمون رو قوی بکنیم، قاضی نشدیم به سرعت. اجازه فرمایید که سامانی گرم برای شما یک موسیقی پخش بکنم، برمیگردیم بقیه مقالطات رو. اصلا فراموش کردم داستان امام اعظم رو، اما خدمتتون یه چند خطش رو خواهم خوند داشتن دیگه دیگه. هر شبت که در این سرخ و سیولین دکتر انصاری رو دیدم، دکتر انصاری استاد ما بود در ایران فرامونی داری شدید رفتیم. هر شبت که ایشون به ما فکر میکنم روانشناسی و زبان انگلیسی تدریس میکرد. خوشحال شما دیدنشون. کتابی هم نوشتن اخیراً برای بنده فرستادن به زبان انگلیسی به نام روانشناسی محمد، مشغول خواندنش هستم، بعد مطالب رو خدمتتون خواهم گفت. بله اینجوری برگردیم سر این مغالطات. بله پس تملق تشبث به چاپلوسی یک نوع مغالطه هست، حواست من باشد. عرض می شود که و نوگرایی، این تشبث به نوگرایی هر چیز نو در آمریکایی، فرهنگ آمریکایی همواره جستجوگر یه چیز نو هست. همواره اینها میگن the best is yet to come، یعنی بهترین در آینده است، بهترین در راهه. همواره چیزهای نو میخوان. اینجا چیزی تاریخی نمیشه، به من از اینکه ساختمان کهنه میشه ما بگیم به به یادش بسش خاطراتی و اینجا چی بود و نشستم اینا فوری خرابش میمونن ساختمان جدید بسازن. بلافاصله کهنه شد خرابش میکنن، راه خراب کردن یاد گرفتن، خوب بلدن، دینامیت میبندن به پایه ها ساختمان درست بدنم چند ثانیه میشینه زمین. یه خشت خشت هم با کلنگ و اینا خدا رو شد این دینامیت ها اینا دست سرداران اسلام نبود، وگر این اهرام ثلاثه و اینا رو همه زمین برداشته بودن. به مرزی که دینامیت افتاد دست یکیشون، اون دستمای عظیم بودار سردار اسلام خراب کرد صحبت و خیبت و اینا. باری اینها دوست دارن، بنابراین کارخونه ها هم برد شدن، همون چیزای قدیم رو، محصولات قدیم، حالا پودر ظرفشویی هست بگیرید تا چیزای دیگه روش میشن نیو زرد، بعد این چیزم دولش تبلیغاتی که این جدیده بخرید دوست دارم میخرد. اما مغلطه هست وقتی نگاه کنید فرمولش همون قدیمی هست، فرقی نکرده. البته میلیون سالی بیشتر از 120,009 از کنند که کالای جدید وارد بازار آمریکا میشه حالا. اما نه با معنی نیست که هر چیز جدید هست خوب است، هر چیز قدیم هست بد است، و برعکسش هم با صادقه. نه هر چیزی که قدیم هست خوب هست. شما حالا چون سخن صحبت از شعر کردم میخوام خدمتتون بگم که در این حد کنم که مجموعه شعر کلاسیکی که در دست ما هست از روزگار رودکی تا مرحوم از شعرا بهاری دجمیزا از سبب که شاید 80% به درد نخوره واقعا به معنی اخص کلمه، این است که ما رو توجه بکنیم که نه به مغلطه چیز قدیم و اصیل بودن ما رو به فریبت کسی باید در ماهیت نگاه کنیم. نه مغلطه قدیم و جدید،
خیلی خوب. اینم حالا من میارم در متن، در متن که نگاه کنیم میبینیم که این مخالفت همه به کار میره. متنی که می‌نویسن این آقای سروش و اون آقای مطهری و اینا مخالف کاران متکلم هستن. قبل از اینکه قلم رو دست بگیرد میخواد اسلامش رو به اثبات برساند. حالا از شعر حافظ شروع بکند فرقی نمیکنه، از مولوی شروع بکند، از فلسفه شروع بکند، از نمیدونم مسائل اجتماعی شروع کند، آخوند و آخوند مسلک و شاگرد آخوند و کسی که جوانش نم آسیا به جوان آخوند مالیده شده باشد میخواد اسلام عزیز بشی به اثبات برساند. هیچیش هم که به اثبات نرسی، حقانیت بشی میخواد به اثبات برساند. آقا دین که مطلبی نیست که تو آقا حقانیتش رو اثبات برسانی، که پدرشان که دین که مطلبی نیست که آقا باش حکومت کنی، که یه مطلب موضوع قلبی و روحی. خب پوی که ندارم حضور گیر و خدوست، مرا نماز حرام است و می حلال بشم. نه قضای باطنی با لغلقه زمان میخوان به اثبات برسنن. خب حالا بگذاریم هر طبق که خب مغلطه اپیل تو پیتی، پیتی یعنی بدبختی و نکبت و بیچارگی و این روزه آخوندها برای هزار سال یا بیشتر این مغلطه هست که بدبختی و نکبت و بیچارگی. آقا حسن رو که خوابون ضربه اول این بکن که این بچه من داره تشنگی میمیره، آقا من بدبخت آمدم اینجا ناله کرد، گوه ای زینب، زینب من چه کرد، این تکیه کرد به نیزه اون نمید. از این مزخرفات از بام تا شام اپیل تو پیتی، یعنی با بدبختی حسین و بدبختی بیچارگی اصغر و اکبر و عباس گریه رو میخوان چیز کن. نتیجه یه چیزی تو جیب به آخون بره فقط. اگر نه، اگر این شرافتی در کار حسین بود باید که فرزانگیش رو میگفتن، آقا بزرگواریش رو میگفتن، نه مرگش رو تولدش رو جشن میگرفتن. کار اینا با قبرستانه چه قراره ما بفهمیم یه چیزایی در این عالم چند نسل ما باید نفهمیم؟ آقا یک مرگ پا شده آمده از سر خودخواهی، حقی هم نداشته این حسین. بابا جان اینو به نگاه کنید، اینها در عرب رسم بوده، هنوز هم هست. اگر کسی میمرد، مرد بزرگی میمرد، مرد حقیقی میمرد، میراث و فرماندهیش و سروری به پسر بزرگش میرسید، نه به پسر کوچیکش. شمشیری داشت، تفنگی داشت، داره نمیدونم چی، الا به پسر بزرگ. این علی بخشش از خلافت که مربوط میشد به همون حیطه نمیدونم مدینه و بعض اصحاب و اینا به اون رای دادن، بعض اصحاب رفتن به معاویه رای دادن. خب دو قسمت شدن، سهمش رسید به حسن، حسن فروخ به معاویه پولش گرفت. 5000 درم، 5000 درم ببخشید، یعنی 5 میلیون درم یا درهم، یعنی سکه نقره که از دزدیده بودن از ما ایرانی ها و غیره و داره، نصفی ها توی متر مال بود. تو معاویه گفت این مال من، گفت مال تو، گفت به پدر من لعنت نکن، گفت میکنم، گفت بکن، گفت شهر دارا من بده من مالیاتش، گفت میدم. فروخ آقا به این قیمت فروخ این حسن دیگه، سهمی نداشت این حسین که حالا شمشیر بکشی بیاد به کربلا چیکار بکنه. نامه نوشتن آقا، همه امضا کردن، بزرگان عرب رجال رفتن به دربار معاویه، به واگذار کرد سهمش را حسن از خلافت به معاویه. دیگه چی میگفت این حسین؟ با اون شمشیر که از دست شد چهار پنج گرده با خودش را انداخت وسط چی که گفتن آقا به طور شاه میکنی. خیلی خوب، حالا رفته اونجا حداقل این مردانگی رو داشت که گفت آقا من درد نمیکنم، همینجا کشته میشم. خیلی خوب، یه عمر بزرگی. اما اون که آخون میگوید سر منبر پیتی، یعنی بدبختی و نکبت و زاری و گریه که التماس به شمر میکرد، دست هرمله رو ماش میکردی آبی بدین به این عسخره. سایی که عسخر چیزیش نبود، خوابیده بود تو خیمه آب هم داشت، اون عبدالله بود. این دروغ میگن اینا. اگر فرزانگی داشت، بزرگی داشت، بزرگی هاشو بگیم تا بزرگی در جامعه پراکنده بشه. اینا میخوان گدایی و نکبت پراکنده بشه. خب چون هر فرزانی که در جامعه پیدا بشه یک مشتری از دکان آخون کاسته شده، ولی هر چی گدا بیشتر بشه و جاهل بیشتر بشه، خب دکان داغ‌تره. اپیل تو پیتی، هر کس اومد ناله و زاری و اینا. ما
سیلزمن بودیم یه زمانی، هر سبت که برای کمپانی اونجا کار میکردیم اینا یه فیلیپینی بود. شما که سیلزمن هستی میخوایی چیزو بفروشی، باید کنترل رو به دست بگیری، خودتو قوی نشون بدی، موفق نشون بدی، بتونی چیزو بفروشی. این میرم دونجا یعنی دونجا چون باید بیل تلفنش این لنگو، آقا من تلفنم قطع میشه چرا خونه اقام یارو میداخش بیرون بود، آقا یا نه ورشکسته جنس کم به در نمیخوره. آخونده به خاطر همه ورشکسته هستن به لحاظ ذهنی، کسی آخونده آدم حساب نمی کنه به جهتی که یک از فرزانگی و بزرگواری در حرفای اینا نیست. از خر از تشنگی ناله می کردن، دم زنجیر زدن به دست شام غریبون کردن، اینا گریه می کردن، اینا فرا می کردن، گریه کنی بر حسین. کشورهای که ملت صاحب هستن و درش فرزانگی هست، اگر رجل بزرگی در کارکشون هست، اینا مرگشون این هست که اینه بزنن گل به مالن. آقا شا تولدش رو جشن میگیرن به افتخار این که چنین رجل بزرگی یا زن بزرگی در تاریخ ما بود و این بزرگی بایستی چهار میکنن توسعه بدا بکنن، نه این که میبوده سر به مالیم و گل بزنیم و نمیدونم خش میزن. میارم این از این تاریخ چیه تو دلاواله زمان شاه عباس بوده که اینا چه میکردن؟ گل میمالیدن به سر، نمیدونم چیش خمره به سر میکردن، داستان این حرفا. دو ماهی مملکت تعطیل آقا برای داستان اصغر اکبر. آقا اینا خرج داره مملکت تعطیل کردن، هزینش داره به این ملت تحویل میشه. حساب بکنید آقا اگر که پس 10 میلیون ایرانی کار میکنه، ساعتی 5 دلار هم بیارتره، در روز 50 میلیون دلار نره سر کار، زیان این مملکت حد اقل. داره اکبر اخبر آخه جیم که نیشه همش مایه زیان و ضرر باشه که باید یه فایده هم داشته باشه. آخه فایده چی بوده این؟ تکشون نیه که معدن فروشی میکنیم، آقا حالا که نفت قیمتش هم شده نزدیک 80 دلار میفروشیم، آخوندها میخوریم. بعدم به درک الاصل و صافلی آیندگان نخورم، مگه میشه هم میکرد دوما تحصیل کرد و گریه کرد؟ همش کار ملت کردن گریه، 20 روز برای زهرا گریه، نمیدونم دو ما برای حسین تشنبه گریه، برای علی گریه، برای باخر گریه. این ملت که قرار شادی بکنه؟ آقا انسان برای نشاط و شادی به این دنیا آمده، نه برای گریه. یک شانس برای زندگی داره، این 5 سال 30 سال معلوم هم نیست، ممکنه 10 سال، هر لحظات هم ممکنه بریده. آقا این لحظات ارزش داره، نایاب. آقا نایابه، من نمیدونم عمر این تشکیلات یونیورس چقدر هست اینا. اون به کره زمین رو ممکنه 5-6 میلیارد 20 میلیارد سال دیگه مثلا، حالا هر چی یه شانس زندگی آدم پیدا میکنه، این باید گریه کنه برای حسین. چه فضیلتی از این بیرون میاد برای جامعه؟ فایدهش چیه؟ پیتی یعنی بدبختی و نکبت و حقارت. یعنی قد اینا تحقیر حسین کردن، اگه حسین زنده بود حتما گردن اینا رو میزد. چون اینا آدم کشیشون هم خوب بود، الحمدلله خوب آدم خوشحال بودن. این حرف کنم که سرداران اسلام و این ائمه زور دستشون نبود، یعنی اگه زور یزید دست این حسین بود نصف کشور عرب رو قتل عام میکرد به خاطر خون پدرش. زور دستشون نبود اینا، الحمدلله رب العالمین. اینا این بنی هاشم زور به دستش نیافتاد، ولنا بشکار میکنم شاید سید گراش که 1300 سال بعد اومدن در ایران، دیدیم چی کردن. روح الله المصطفی خمینی یه سیدی بود از سوار اقوام و عربا، یه سرش هندی بود. ما رو سید هندی هم ما ندیدیم، والا نمیدونم سید هندی چگونه سیدی، ولی هستن الان سید ها. اینا که امروز اینجور میکنن، ببین اونا چه میکردن اگر دور دستشون بود. اگر میگوین مظلوم، بخاطر اینکه کسی مسلمان رو دوست نداشتن آقا، به اینا رأی نمیدادن، نمیخواستن اینا رو. به واسطه این که جد اعلاشون که حضرت علی کرم الله وجهه بود، آدم بزرگتره آدم کش عرب بود، بود آقای دست اینا بیفته نشه باقا اینکه حطاول العرب جلاد العرب خودش بود. رو ایشان شیر تیزم دادون دسته نشه، میدم ساخت کجا بود. این بزر هر که میزد کمرش میمد تو یک کلش میفرد، ماشالله متخصص قوزک هم بود، با هر مرد مردانه رو برو میشد میزد به قوزکش. مردانه هم روبرو نمیشد، میزد به قوزک، هر کسی به قوزکش میفته دیگه. هیچ شوالیه ما نهیدیم بزن به قوزکی کسی، مرد مردانه مدن به قوزکی. ما داستان داریم، ما ایرانی هستیم، فرهنگ داریم. ما دیو سفید دیگه، از دیو سفید خطرناکتر و عظیم عجیبتر که نیست که.
رستم وقتی وارد غار شد دید دیو خوابه، گفت نامردی من در خوابی رو بکشم. به قریدنی چون پلنگ چو دیدا شدن در آمد بشنگ. این درس فرزانی دید آقا به قوزه این کسی نزنی، خواب نکشی، مرد باشی. این نبود، این درس قوزه. سه تا مرد بایی روبرو شده زده به قوزه شد. یکی عمر بوده زده پاشو قطع کرده، یکی مرحب بوده زده قوزه کشو قطع کرده، یکی دیگه هم بوده تلحه، تلحه نیستا، تلحه که لبای ابو سفیان داشته از جنگ احد، رفته زده به قوزک، تخصص قوزک داشت خالص، اونجا بالای قوزک اونجا که نازک‌ترین جاست، قد میشد پاش رو فریادش ببره میداد سرش بکشه. اینه مولای متقیا، شاه مردان. خب اینها ما رو بدبخت کردن با این داستانی ملت بزرگی رو به لجن چپانیدن. حد کنن که هر چه پولی مردم داره داره در این تشکیلات جمهوری اسلامی خرج گسترش ذهنیت گدایی فرومایگی میشه تو مملکت. حالا خوبشه که برای ما پخش میکنن نبینیم. اون آقای اسد نشیشید مناجاتی و دار و دسته و بقیه و اینا که حالا مثلا اینا خوبا ترتمیزاشن برای خارج پخش میکنن، یک مش آخوند بی سواد جاهل هم آوردن در این اورنج کانتی. اورنج کانتی شده عرض کنم که لانه این عرض وقت که این چیزای رژیم آخوند آخوندهای رژیم. خب بله این برژن از پروف رو براتون گفتم، یعنی یک کسی که شما یه ادعا بکنی اثباتش رو به دیگردن دیگری بیندازی، مثل همین که اگر بکنید به تمامی یکی مثل این بیاورید. آقا هیچ کس نمیتونه چیز پریشانی مثل این بیاورد، برای چی بیاورد؟ برای که خودش حقانیتی رو ثابت بکنه میده دیگردن کسی دیگه. برو اندازه کن ایشون مغلطه مدنستجینیه، کسی هم صحبتی کرد بدانی که این مغلطه مغلطه مدنستجینیه، یعنی میخه تبیرش کور گبر تو اندازه کنی و تبسیم. فریب این لغلقه زبان و معجزات و کرامات و این مزخرفات رو نخوریم هموطنان. ببینیم در محتواش آقا بخوانیم، اگر چیزی بود بخوانیم، چیزی اعجاب انگیزی بود، خرد فشرده‌ای بود، چیزی بود بله، ولی مغالط هست و متضاد هست و عرض میکنم جمع نقلی زنگ به قول معروف هست و اینا داره هیچ کنه ارزشی. خب برویم بر سر بله. خب یک مغلطه خیلی مهمی هست میرم خدمتتون بگم، شاید 4-5 دقیقه بتوانیم خطا رو باز کنیم. 4-5 دقیقه وقتم که نده ساما جان، چقدر وقت داریم ما؟ آه تهیه کنی وقت داریم، بله عضو میخوام، بله 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 فراموش کردم، مرسی. بله ساعت دوازده از کنم که مغلطه به هم مخلوط کردن علت و معلول، این خیلی مغلطه بزرگیست و کلی هم آدم ها رو میشه فرید. این طرفداران استبداد سابق این ها نشستن یک طرف فحاشی میکنن به روشن فکر و به مجاهد و به نمیدونم ملیون و به هرچی مبارز بوده. شاقا اینها سبب شدن که ما مملکت سکنه علازت همایونی فرار کنه، مملکت از آخون بیفته. توجه ندارن که آقا مجاهد در جامعه چگونه وجود میاد؟ اگر که آزادی باشه که مجاهد نمیره زیر زمین مسلسل دست بگیره نارنجک بذاره بقل دستش، کتاب هم بذاره بقل دستش از حس ساواکی. پس پیدایش چریک فدایی و مجاهد معلول استبداد گذشته بوده، نه سقوط استبداد گذشته معلول وجود مجاهد. یه دعوام الناس هم تحریف کردن، بله این پدر پدر سخته ها معذرت بخوام، فلان فلان شده ها این کاری کردن بیکار کردن اینا توی حرف زنی، بله این مشیری هم مثلا دید اونا هم بوده این نمیدن روشن فکر بوده. آقا یه حرف ها مدخبات چی میگین شما؟ فکر کنیم یک در آقا مملکت قانون داشته، مملکت قانون اساسی داشته، تاریخ سیاست داشته، قهرمانان ملی داشته، همه رو زدن سستن درش تحصیل کردن، گل والیدن، گیروگونی کردن،
تمام نهادهایی که بوده جنب وجود که لازمه پایداری یک جامعه بوده، مثل روزنامه ها، مثل احزاب سیاسی، مثل روشنفکران، مثل تشکیلات، مثل نمیدونم آزادی ابداع و صدر فکری، اینا همه رو تأثیر کردن شده یک نفر میخواست سقوط نکنه، کجا قرار بود بره؟ فحاشی میکنه استعدادم که هیچ ندارن متاسفانه. البته حالا خبر به ایشون نرانیم، حتما آدم خوب هم هست، یکی دو نفرشون لطف کردن و زنگ زدن آقا ما طرفدار استعداد ثابتن، شما هم چنین میشنن هستید. باید فکر کنید اندکی ببینیم آقا صلاح ملت در چیه، نه منفعت من در چیه. دوستی زنگ زد گفت آقا به مرحوم دکتر حسابی، دکتر حسابی کسی بود که تشکیلات پلی‌تکنیک و مهندسی رو توی مملکت راه انداخته اینا. گفتن آقا اینجا چگونه جاییست؟ گفت این ایران جاییست که بخواهی که خانه ملت را آباد کنی، خانه خودت خراب میکن. باری این مغلطه مخلوط کردن علت و معلول یادمان نرد، علت رو به جای معلول نگیریم، معلول هم به جای علت نگیریم، چون هر عملی دارای اصل عملی است در جامعه، امکان نداره شما یه عملی انجام بده اصل عمل نداشته باشه. شما وقتی که فرض کنید یک وزنه یک گلوله چیز رو شبیه میکنید، فرض میکنم که یک ستون آهن رو جیب فرق میکنه، این تکون نمیخوره، این تکون نخوردنش این نیست که اصلا عملی نبوده، در حقیقت این انرژی که در این گلوله هست عرض میشود که این انرژی جنبشیش تبدیل شده به حرارت، ممکنه گلوله رو آب کنه. مقصود این که امکان ندارد که شما عملی انجام بدید که از سبت اثر عمل نداشته باشه. این مغلطه بزرگ سیاسی که امروز میکنن که آقا این روشنفکرها مملکت ما رو خراب کردن و این انقلاب رو چی کردن اینا، این مغالطات عزیزان، این مغلطه است. این مملکت ایران بایستی بهتر از این اداره میشد، اندکی مردم رو بایستی به صحنه سیاست راه میدادن، آقا از یک سو داشتن تعلیم و تربیت و گسترش میدادن، چندین ده هزار دانشجو در خارج کشور تحصیل میکردن، در دانشگاه ایران، دانشگاه ایران دانشجوان بودن، اما اینا در سیاست هیچ محلی از اعراب نداشتن. اساسا طبیعت استبدادی این هست که مردم رو از صحنه سیاست بیرون بکنه، جارو میکنه، چیز تو برو بیرون، برو دو ماست تو بخور، همه کار بکن جز سیاست، از سیاست تو باید حق منه، فقط حق منه. آخوندها هر سرجنبانی بود آقا در دنیا بوده کشتن اینا. شما میدانید بیشتر از 120 نفر آدمایی که اندکی سیاسی بودن، یکنی سیاسی بودن، سیاسی بودن یا خیلی سیاسی بودن که آخرش بختیار باشه سر بریدن. مشابه سرداران اسلام با شقای کیست؟ به شیوه همون مولای متقیان تیکه تیکه میکنن. در کشور هم حزب فقط حزب الله، خدا رحمت کنه روح الله، این شده کار سیاسی مملکت. مثلا نیمه حزب و نمیدونم سمی حزب و شبه حزب بود، این هم در سطحی گرن گل مالیدن راحت کنه شده مردم بود. خودشون انتخابات کنن، خودشون چیز بکنن، چند تا آخوند مرتجی هم نشستن شورای نگهبان. اینا نگهبانی از استبداد آخوندیه دیگه، اینا نگهبانی از ملت که نیست، که اینا یک آدمی میدارن مثل احمدی نژاد که واقعا یک مرغزانی نمیشه در بین دسته این طویله، حیف طویله. آقا طویله اداره کردن طویله که دو تا اصل نژاد توش باشه خیلی تجربه میخواد، تخصص میخواد. 24-5 هزار دکترای قلابی هم اینا امضا کردن دارن دست هر یغنلی. آقای دکتر احمدی تو خیافاش شما نیا کنه، حرفاش شما تیز کنه، ما این ننگ بشر نیست این آدم، اینم انتخاباتشون و اینم تشریفات سیاسی آخوندی. اونا سید محمد خاتمی شو از کنم که گیلانی شو نمیدونم اون یادو شیخ هسته شو هم رفت در آذربایجان سرزمین شجاعا حسنی یه قرب فروش هم گذاشتن در چی و تختون بندی کردن، مثل دوران قدیم بود، همین کار میکردن جهان اسلام همجوری داره میشد. آقا میگفتن خراسان به دست مثلا زبیر بن العوام بره اونجا، یک لشکر هم میدانه که هر کفتر گردنش رو میزنی، فقط مالیات چم میکنی به دست ما میدنی. سیستان و بلوچستان به دست محمد بن ابوبکر، محمد بن ابوبکر اونجا نماینده خلیفه بود.
آذربایجان به دست اشعث قیس کندی، اشعث قیس کندی اونجا با یه مش عرب خوناشام جانور میرفت اونجا میشه. مطمئن باشه همه از اونشون میگن و نماز جمعهشون میان مالیاتر هم میرن به فتوای خلیفه. امروز هم همون داستانه دوستان، همون داستانه. دموکراسی چی؟ داستان چی؟ حکایت چیه؟ مدرک اومده اینجا میگه در ایران ما دموکراسی داریم. بله خیلی دموکراسی داریم. دموکراسی انقدر دیگه زور زیاد شده و دیگه در جهان مشهور شده. خنجر به دست میرسن سر بخیار رو در فرانسه ببارن، یه پیر مردی رو. این دموکراسی آخوندی همینه دیگه. دموکراسی اسلام هم شکلی بود. چیست که نزد پیغمبر رو ادا کند؟ شیعه رسول الله فلانی یک شیعه در باب من گفته نصف شب بری سرش رو ببری. رسول الله دروغ هم بگید اشکالی ندارد. اشرف الفکر سرش رو ببرید نصف شب با دروغ و درنگ رفتن در خونه مسجد دادن از پیش زنش بردن پایین سرش بریدن چون با رسول الله خوب نبودن. این دموکراسی اسلام از اول بوده. لا اکراه فتی. آقا صحبت کنیم با این بچه آخونده، با خود آخونده خلیف خداوند هم لا اکراه فتی. از اول زور، اختناق، عقب افتادگی، آدم کشی. زور، اختناق، عقب افتادگی، آدم کشی. همزم هست. همین امام نامش هست. البته این که اشاره میکنم اشاره خمینیه. نامش هست در کتاب منتظری. نابود کنید دشمنان اسلام را. یعنی نابود کنید دشمنان من را. آقا اسلام داستان اسلام چیه؟ آمدن در این زندان ها بعد نامه نوشتن ای امام. آقا یه عده اینجا زندانی کشیدن، محکومیتشون کشیدن 5 سال 10 سال، میخوان بیان بیرون. عمر که عمر این نگیری بی شرافت و اون اشتاقی نمیدونم چی و دیگری اینا رفتن اونجا از دم بچه های ایرانی دادن تو تناب اعدام در گوهردشت و در اوین و در نمیدونم عادل آباد و در جای دیگه تنها میدادن گردن جوان ایرانی که مخالف آخونده. دموکراسی اسلامی در قدیم هم همین بود. محمد هم همین کار رو میکرد، علی هم همین کار رو میکرد. این داستان پوسیده تاریخ جنایت این تاریخ اسلام شما نگاه کنید. ایرانی های بیشتر آمدن یه چیزی برای این درست کرده و یه مقداری رنگ و روی انسانی بهش بدن و اینا برای نفس خود خوش نگه داره. بالاخره ذاتی زد بیرون. خب اگر اجازه بدین خط ها رو باز کنیم، همه تا من با شما صحبت کنیم. اون سی سی رو که زنگ میزنن ساما جان بردارین که قرار خط رو بست بکنن. یه داستان بوده این وصیت نامه حضرت امام. از این من یکی دو خطش رو اقل بخونم که که شما روی خط آمدید. خب بله این خیلی مفصل و بلنده. دوستی برای من این رو فرستادن و من برای شما میخوانم. خب میگوید که بله بله خب خب ما مفتخریم که باقر العلوم بالاترین شخصیت تاریخ است. منظور ما محمد باقره. آخه این باقر العلوم کتاباش کو؟ ما در این دانشگاه ها ندیدیم ترجمه های باقر العلوم رو. چه کرده برای بشریت؟ کشفش چی بوده؟ فضلش چی بوده؟ اثرش در فلسفه، در تفکر، در چی بوده این باقر العلوم؟ زن میگرفته و نمیدونم حدیث چیز میکرده. خب باقی و تفاید تاکا به کسی دو خدا تعالی و رسول صلی الله علیه و آله و همه معصومین علیه و السلام او را درد نکرده و نتوانند درک کرد. بله بله همینجوره. بله بله باقر العلوم آخه بو مرد اصلاقی این باقر العلوم تو امام جعفر صادق علیه السلام اینا را اگر میوردی سر کلاس 4 ابتدایی میشوند امتحان نهایی حتما رو روزه میشدن به همون زبان عربی اما نه کیزه. علمشون چی بوده اینا؟ هنوز ما نمیگن علم اینا چی بوده. لغلغه زبان بزرگترین شخصیت تاریخ است. آقا علمش چی بوده؟ بیار ببینیم دو تا عبارتش چی بوده. حیفه سجادیه.
آخه تاریخ سجاده هم شد علم؟ یه مستعاست. خیلی خوب، خیلی بزرگترین شخصیت تاریخ هست. خیلی خوب، منظورم اینه که گول فریب این لغلقه زبان رو نخوریم آقا جان. اینا چیزی نبودن، مایهی نداشتن. یعنی در همون روزگار اون زمانم با معیارهای علمی اون زمانم اینا جاهل بودن. این باقی دار علوم و دار دسته. خب بله 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 تاریخ هست کسی جز خدای تعالی و رسول صلی الله علیه و آله و عمه معصومون علیه السلام او را درک نکرده و نتوانند کرد. و از ماست و ما مفتخریم که مذهب ما جعفریست، که فقه ما که دریای بی پایانیستی که از آثار اوست، و ما مفتخریم به همه عمه معصومین علیه السلام علیه صلوات الله و متعهد پیروی از آنی از آنانی. ما مفتخریم که عمه معصومین ما صلوات الله سلام و علیهم در راه تعالی دین اسلام، در راه پیاده کردن قرآن کریم که تشکیل حکومت عادی که از آن است، در حبس و تبعید به سر برده و عاقبت در راه براندازی حکومت‌های جائرانه و طاغوتیان نظام خود شهید شده. خب دید خود حدیث مفصل بخوان عظیم مجمل. بله خیلی خوب، حالا میگه در راه تعالی دین اسلام. آقا چه تعالی دین اسلام؟ آقا اسلام که مرتکبش معلومه که حرمت کنه. آقا خمینی، ما یه سنی داریم یه شیعه 93-94 درصد مسلمانان جهان سنی هستن، اصلا اینا رو آدم حساب نمی کنن. یه با شیعه هم داریم که اگر ایران ازش بکشیم بیرون که به ضرب شمشیر عرصبت که شاه اسماعیل داره دسته صوفیان اینا بنا به خاطر غذر سیاسی شیعه نمیدونه شرخه کوچکی بودن جداها و پادوهات این منطقه کربلا و نجف و اینا موالی اسلام. اینا شما میراثدار اسلام هم هستی؟ خواستون بذاری نگیدان بیرون ببینید چه خبره؟ ببینید پاکستان، تشریف ببرید بنگلادش، هندوستان، ببینید بیرین شیعه هستن چی کارتو میکنن. میراثدار اسلام شدید شما؟ نموش رافضی؟ پرستندگان قبور؟ شدن وارثان اسلام. بفرما قربان، درود بر شما. خب من از تو بگذاشیدید؟ با حضرت عالی خانم، بفرمایید. بله، درود میشستم به شما. درود بر شما. من خواهش میکنم تکرار این برنامه هاتون رو به ما و مثلا برنامه دیشب شما ما نمیدیم تکرارش کی هستش یا برنامه های دیگه هستش. شهرش خانم، شهرش. بعد سوال دیگه هم اینه که این طرفداری رژیم گذشته که متأسفانه این تلویزیون شما که شما هسته خیلی هم طرفدار دارن که نمیدونیم بگیم شاه و هم طرفدار رژیم گذشته اینا رو میگم خب اون دوره خیلی خوب بوده، ولی من میخوام ازش سوال کنم، حتما دارم برنامه شما هم گوش میکنم. اگر رژیم گذشته خوب بود چرا بچه هاش رو میفرستادن خارج؟ همه خریدشون خارج. بله به رژیم گذشته مینازنینا احمدی نژاد وقتی که اومد نیویورک دولت آمریکا گفته بود که ما به این تامین جامعه نمیدیم که بره نمیدونم سپتامبر 11 یا اون چه بدونه گراند زیرو را یا همین برای دانشگاه. خب من از این ارتشی ها که خب با تفنگ رو نمیدونم چیز برکار دارم خواستم کنم یک دفتر از اینا پیدا نشید یه گلوله حروم مرد بکنه. زنده باد زنده باد. خب بفرمایید. خب میگم خدمتتون میگم. بله بفرمایید. شما بخیر، امیدوارم جواب سال اول من لطف کنیم بگی. خدا نگهدار. متشکرم از شما، خیلی لطف فرمودید. عرض میشود که بله، هر شبت که باز بخش برنامه ها رو با آقای شجره صحبت میم باقا اگه ما بخش میکردیم شما در دوشنبه 4 دفعه نشون داده میشونید در ایران و من دوست ندارم این رو در روز 4 دفعه مردم قیافه ما رو ببینن خسته میشن. از بعد قیافه اعلی حضرت هم دیدم خسته شدن واقعا.
یعنی یکی از عیبای رژیم این بود که صبح تا شب تبلیغ اعلیحضرت امامی بود، هر روزنامه باز میکردیم فقط عکس ایشون بود، از ابتدا تا آخر شاهنشاه آریامه، شاهنشاه آریامه، شاهنشاه آریامه، شاهنشاه خسته شده بابا مردم، خسته کرده بود مردم رو. وقتی پنهان میشد یه کمی دور از صحنه میستاد، آقا نمیشه شما تو سینما میری ایشون رو ببینی، مجسمه‌اش رو ببینی، در دیوار ببینی، نمیدونم چلا خمینی و داردستی هم همینجوریان، هر جا میگه عکس این زشت داخل یه قیافه‌ای داشت اینا با این قیافه‌ها و این کریر و این پشم و ریش و فلان و این حرفا. باری برنامه ها ساعت 12 که پخش میشه ده و نیم شب باز پخش میشه، یعنی برنامه امروز ده و نیم شب امشب باز پخش میکنم. برنامه دیشب رو با مهندس اجاره صحبت میکردیم، قراره که یه جایی براش پیدا بکنن، چون درست بود حرف ایشان، میگفتن که آقا ما پخش بریم سوال، یعنی مردم پخش میشن در ایران، باز شب هم هست، اونم میشه زیاد میشه. ممنون از شما. این داستان گلوله و اینا که میفرمایید، خب حالا در صورت ما با ترور اینا من موافقتی ندارم، ترور مخالف این چیز درست نگردی که یک خیزش ملی مسلحانه باشه به مقصود بزرگ، ولی ترور اینا بعد گذشته از این هست که حالا اجازه بریم وارد قضایای دیگری نشویم. اینا تعلیم ارتش و اینا در قدیم تعلیم تسلیم بود در حقیقت، یعنی فکر میکنم افسران محترم ارتش سابق با من همعقیده هستن که این ارتش متعلق یک نفر بود و تسلیم در مقابل یک نفر، یعنی مسئول الاختیار بودن این جنرال ها، حتی آریانه بیچاره به خاطر همین جمع اینا شاید آدم حسابی هم که ما داشتیم چون اندکی بوی نیامد که یک استقلال فکری ممکن داشته باشه این داختن بیرون، این ارتش میخواستن یک تولز و ابزاری در دستشون باشه که باش قدرت رو بتوانن حض کنن، تحمیل بکنن و کاراشون انجام بدن. یه طوری دیم من به همین اکتفا کنم در خدمت شما امروز. درود بر شما، بفرمایید قربان. جناب صحرای مشیری، جانم عزیزم بفرمایید. درود بر شما قربان. من خیلی خوشحالم که برای اولین بار دارم با شما صحبت میکنم. به به، منم خوشحالم صدا شما رو میشنوم. همتون بفرمایید. من اگر اجازه بدین چند مطلب رو میخواستم با شما در میون بذارم، سوالایی که دارم اگر اجازه بدین، چون بارها خیلی مدت میخوام با شما صحبت کنم و این شانس رو پیدا کردم، اگر اجازه بدین من چند تا سوال رو مطرح کنم. خواهش میکنم عزیزم بفرمایید. در مرحله اول من شما رو به دانستن به دانشتون و به درایتی که دارید قبول دارم، ولی یه مرحله یک مسئله هست که میخوام با تون درمیون بذارم که شاید روشن کنید منو و بقیه رو که این نقطه تاریکی که در جلسات صحبت شما هست شاید. اولین چیزی که میخوام بپرسم، شما در مورد رژیم گذشته در رژیم پهلوی چه مشکلاتی برای شما ایجاد شده، چه ناراحتی هایی دیدید، چه مسائلی باعث شده که شما این بغض رو کنپ شدم به قول امریکایی ها واقعا شدم مرد حسابی. چی داری میگی؟ کجای کاری مشکلاتی؟ هیچ ناراحتی مشکلی برای من نبوده آقا، موضوع شخصی نیست. شما چی میگید؟ همین ببینید استدلالش رو ملاحظه فرمودید، مسئله کاملا شخصی میگیره عزیز من. موضوع ملی، موضوع مردم هستن کشور، شما داری چی میگی؟ بنده هیچ ناراحتی از هیچ کی ندارم، یعنی آقا محمد خان رو عرض میکنم که نادرشاه و محمد رضا شاه رو من یکی. آقا ما یه مملکتی داشتیم، دارای قانون بودیم، از این شبت که سابقه مشروطه داشتیم، روزنامه ها داشتیم، بعد از دوره مدرنیته شما چه قضیه رو شخصی میدینید؟ فرمونی بنده دشمن محمد رضا شاه هستن؟ نه آقا، ولی کسی رو که ندیدم به عمرم، یعنی تا اونجایی که بنده میاد دارم به سامان به مدرسه رفتم، به سامان به دانشگاه رفتم، به سامان گیرون آمدم، بسیار محترم، هیچ موضوعی برای من نبود، دوست محترم. حالا شما مثلا متفکر شاهلایی هستی و اینجوری که حرف میزنی هم شد استدلال؟ شما اگر میامدی از صحبتهای من حرفایی که زدم ردیهی میدادی منطقی که آقا فلانجا صحبت غلط و شد اندش حمله شخصی کردی، دوباره این کاره که تو سایتاشون هم میکنید که من دیگر روزنامه داشت، دوست محترم چند تا روزنامه داشت، چند حزب سیاسی داشت، شما رأی دادی در ایران، تکلیف مجلس چی شد؟ اون مجلس شورای ملی کجا رفت؟ سابقش چی شد؟ بنیاد نخست وزیری چی بود؟ قانون اساسی مملکت چی شد؟ اینا به بهرام مشیری مربوطه؟ یک
صحبت ما جدید داگه مغلطه صحبت میکنیم. اینم اصل عمل هموطن شاهان داریم. باز اون صحبته که من با شما کردم صحیح هست که صحیح نیست. چگونه است که مملکتی که در روزگار مظفر میشه 65 روزنامه آزاد داشته، در زمان گذشته 2 روزنامه کنترل شده درباری داشته؟ اینا رو توضیح بده برای برای من. کمی فکر کنید آقا، موضوع شخصی نیست که خود مثل برم من که بنده آمدم هیچ مجبورم نیستم یه اینجا بشه من صحبت ها بکنم عزیز من. موضوع کشوره، موضوع مملکتیست که به این وضعیت دچار شد. کوچکترین سهمی به مردم ندادن. آقا جان، این سرزمین مال این مردم بوده. شما باید بفهمید، شما شاهزاده محترم، که این سرزمین متعلق به ساکنانشه، به مردم، به کشاورزا، به گدا گودیا، به قول شما متعلق به شما و دربار نبوده. اینو شما نمی‌تونید بفهمید. آقا این سرزمین ایران متعلق به مردم ایران هست. آقا این چیه؟ این ارتش شاهنشاهیه. این چیه؟ این کشاورزی شاهنشاهیه. این چیه؟ این ژاندارمری شاهنشاهیه. این چیه؟ این بازرسی شاهنشاهیه. این چه خبره؟ این دربار شاهنشاهیه. آقا جان، این داستان چه بود آقا؟ مردم هم کاری بودن. شما یه چیز ملی سراغ دارین اونجا که بگوین مثلا فلان سازمان ملی. نفرت داشتن آقا از این واژه ملی که به ملت مربوط بود. لحاظ این که یک حزب پیدا شد در ایران، من نمیدونم پشت سر من چرا خیف شدن همه عکس ها بودن. نه ببخشید، عضو خواهم من چرا نیران کنم یا خواهر اصلا من چرا چی شد؟ شما یه سازمان ملی سرا داری؟ داشتی در روزگار گذشته؟ بفرما قربان، بفرما. درود بر شما استاد. درود بر شما قربان، مخلص شما. خسته نباشید. قربان شما برم عزیزم، بفرمایید. هموطنان ما اینه که هر بحثی رو از زبان هر شخصی از زاویه دید اون به اصطلاح فلسفه که دنبال میکنن نگاه میکنن. من خواستم یه بابی رو در برنامه هاتون باز کنید و راجع به این دراویش و خانقاه و اینجور چیزا صحبت کنید. من چند تا از دوستانم رو دیدم که در این اروپا، در قلب اروپا از چاه در آمدن و دارن از چاله در آمدن و دارن به چاه میفتن. چطور؟ که با در یکی از این مجالس اینا شرکت کردم، همون نماز و همون دوازده امام و بعد یه سری آقایون شعرهایی خوندن، خانوما. یه آقایی هم اونجا نشسته بود با نیم سانزویش رو در خلصه بود به اصطلاح. خب بسم که تمام شد مادر اشاره کرد معذرت میخوام، یعنی گمشید. همه پاشدن و با احترام رو به ایشون عقب اومدن. من گفتم سوال دارم. به من گفتن هیچ حرف نزن، هیچ بیرون بیرون. گفتم آقا من چند تا سوال دارم، اولین بار آمدن و سوال. نه بفرمایید بیرون، بفرمایید بیرون، بفرم. من خواهش میکنم یه بحثی رو باز کنید، این خانقاه و دراویش رو. ببینید تو اروپا هم دست بر نمیدارن. بله خدمت توضیح میدم عزیزم، مرسی. متاسفانه بعضی هم از چاله در میان میرم میفتد شاهینا. بله بله، ممنونم از شما، زنده باشید. قربان شما، درود بر شما، متشکرم. ببین عزیزم، وقتی تشکیلات خرافات و استبداد دینی فزونی گرفته، مردم روی آوردن به خانقاه ها. یه پناهگاهی بوده برای مردم، پناهگاه معنوی بوده برای مردم. حالا اگر کسانی هستن یا بودن که سوء استفاده کردن از مردم، به جای خود، اما خانقاه چیزی بدی نبوده. شما وارد یه خانقاه که میشوید، اگر میخواید دیدید اونجا چگونه جایی، به پیرش مراجعه کنید. اگر دیدید یه آدم حقباز شارلاتانی، خوب زود میتونید بفهمید. خیلی درجه هوشی بالا نمیخواد بفهمید آقا این آدم حقبازه. خداحافظ. اگه دیدی که داره معرفتی است، راهبر به جایی، صداش از جایی میاد، رنجی برده، کاری کرده، عرض میکنم اینها،
حالا برای یک تمرکز باید کنن که رها شدن از این داستان های مردم ایران مردمان معنوی بودند، مردمانی بودند که همواره عرض میکنن که یک بعد معنوی قوی در زندگیشون بوده. این است که روی آوردن. حالا اگر کسی پیدا شده جیب مردم رو زد و نمیدونم سرکیسه کرد و یا سوء استفاده دیگری کرد، این دیگر خود آدم ها نباشه تن در رو دهن میگن موضوع عرضه و تقاضاست. دور با برابوش نفرمایید. اگر کسی متقاضی این باشد که کلاه به سرش برود یا مورد سوء استفاده قرار بگیرد، این دیگه کمبود هوش اوست. در واقع این هموطنی از کنن که شاهی به زنگ زدن، ما 20 سالیست که ما برای آزادی کار میکنیم، دموکراسی. اینها یعنی با استبداد سابق ما در حال مبارزه هستیم، استبداد امروز و استبداد فردا. آخوندها عرض میکنم چند پشتی دادند و اینا در روزنامه و ما دیگه چیزی نشدیم، حالا به صلاحشون نبود، روی دستور دادن که نام وارم نبرن اینا. اما زشترین اتهاما، پلیدترین چیزی که ممکن است که توگاه از دهن این شاهی ها من شنیدن، همون هم در سایتاشون هست. بگید ببین، یعنی تنها گروه فحاش همین هست. نه مجاهد پشت میده، نه چپی پشت میده، نه مارکسیست حساسی میکنن، نه از بکنن که گروه های دیگر، تنها گروهی که فحاشی میکنن همین گروه شاهی ها هستن. متاسفانه اول که فکر کنن پشت اتهام میزن، هر اتهامی در جهان هست میزنم، فرق نمی کن. دیده که من خسته شدم واقعا از این دور آدم ها. آقا بیا استدلال کن، ما به انجا آمار بده، استدلال کن، بگو آقا در روزگار قدیم بیکاری اینجوری بود، بیکاری نبود، ما از کارگر می بودیم، بنده می توضیح می دم، بله اقتصاد خوب بود چنین بود. یا رو فرم آقا تعداد دانشجو ها اینجوری بودن، آمار بده، نه که حمله کن به من که آقا شما چه ناراحتی ده، من این ناراحتی نه، ناراحتی می بودی که مملکت من خراب شده. سلام آقا بابا. سلام بچه دارم. سلام بچه دارم. حتی مهم بای موشیری که بچه دارم. سوالی صحبت میکنید. صدا کن پرد کسی. بزرم. چنم؟ بزرم آقا بابا. سلام بچه دارم. سلام بچه ما عزیزم. بفرمایید. بفرمایید عزیزم. بفرمایید. حالتون خوبه؟ ممنونم. تیویتونو ببندیم. تلویزیون ببندیم و من صحبت کنیم. شاید. قربان شما برم. حالتون خوبه؟ ممنونم از محبت. زنده باشید. آقای بشیر مجرد هم من برای اولین بار با شما تماس میگیرم. قربان شما هستم. شما خیلی دوست دارم. از کجا نمیزنه عزیزم؟ من از یکی از شهرهای ایران که آخر دارم به شما میگم. بله بله، حالا لازم هم نیست بگیر. بفرمایید بفرمایید، صحبت شما بکنید. بگو عزیزم. این یکی این سعادات من شما توضیح بدید. سعادات شاه عباس، چون میگن زمان شاه عباس، زمان شاه عباس گفتن که هر کی که سید باشه ما اینه یک قرون درش بشه چی میدن؟ حقوق میدن. اینا همون رو هی دستاری به خودتون بست کن و سبز و مشکی و اینا و بخاطر اون درش های یک قرون همین جوره؟ یه سیدی خودش با من گفته این عکس سالات این شجر نامه ندارن از اون سیدات میان سیدای شاه عبادی یا سیدای یک قرونی الان خدمت رو شده. بله بفرمایید. الو بفرمایید. الو بفرمایید عزیزم. بگو که آقای اصلا آقای لکرانی امروز میگو اگر کسی به اندازه یه جود مخصو معنی میکرد، خیلی جالب بود، یعنی گردو در منزلش باشه این زندگیش تمام حرام است. یعنی بچه ها گردو بازی کرد، این گردو رو بچه بود بخونه، زندگی اینا حرامه. عجب. بله فسای این آقا بود، همین امروز از تلویزیون اعلام میکردن. به شما که عرض میشه ای آخونه شما موضوع خرخاری سوال کردیم، خرخاری آخر آمونش شما دیم به چه وضعی که به چه فلاکی مورد. بله به تنهایی مورد. ممنونم از این اولا توضیح نسیم برای آخر موسیقی عرض بیلی. شما الان در مورد شما کدرهایی داریم؟ نه کتابی ندارم من در مورد شما الان به وضعی هسته که مذب میخوند یک کاش خراب میکنه از این بسر هم این مشکلات وزیره داره به پیسی افتاده و نکوت و بدبخی. بله نمیفهمم که اگه اجازه یه مطال دیگه خدمت کنم. بگو عزیزم تاریخ و وقت نستمه. بگو عزیزم خواهد کنم. یه موقع وزیر با هارونشی گفت که یا هارون میخوای بدونی ما با چه مردمان احمقی چی میکنیم حکومت میکنیم؟ گفت که بگو عزیزم، گفت ما اعلام میکنیم که نماز جمعه روز چهارشنبه بیان بخونن.
اینا جاچه دار کنه تا رو چاچم به نماز بخونین، چون جمعه هارون کار داره باید از شهر خارجه. تمام مردم رو چاچم به نماز جوهر خوندن و گذیر کرم و بچه مردمان مردم خان بلانه تا بلانه تا باش بچه مردمان خیلی حکومت کنیم تا این مردم باشن شما در امانی مطمئن باش که ایک آجویشان رسه و الان همان دوره همان تاریخ را تجاریش همینجوره. از اون متشکرم، دوستم دارم، قربون تو برم. قربان شما برم، ممنونم از شما، از شبت که لطف فرمودید. بله سید، از شبت که یک دقیقه است عزیزم، این سید از بون تقلبی است، اجازه که لقب آقایی از اصل از پسر منتقل میشه. این سید معلوم میشه به رسول محمد، اون هم که بیشتر پسری نداشت، بنابراین داستان از یک تقلبی است. بعد در روزگار اتباسی تصویز که فرمودید، حتی سنی ها می آمدن، چون کسب و کار در جهان تشیع لغوت شهر شروع خوش شده بود، حتی این آخوند های سنی منطقه لبنان می آمدن به عنوان هفت و شیعه و سید می زن نام نویسی می کردن و داستان می شون. این هم به تقلبی تالا فرض فرمایید که تقلبی هم نباشد، این چه معنی داره این داستان؟ یک آدم جاهل جنایتکار دروغگو می آن سید. هیچ کدوم هم شجر نامه اینا ندارن، اینا در روزگار صفوی رو شده، چون قبل از کنم که صفویه ما یک نفر رو به سید میشناسیم در تاریخ، اونم از کنم که شان متولی ولی هست که اولین قصد شیعه هست در تاریخ تصوف. سامانی گرامی اشاره کردن که وقت ما تمام شد، از شما هم وطنان گرامی بسیار سپاس گذارم، لطف فرمودید، وقتتون رو گذاشتید و دوستانی که در راه دور از راه دور نگاه میکنن، اون دو دوست محترم در این کشور بسیار بسیار سرکی دور میرسن به همزبانان گرامی در سرتاسر گیتی. روز چهارشنبه با دخدمت شما هستم از 12:30 بعد از ظهر تا روز چهارشنبه. درود بر شما، جاوید ایران زمین، زنده باد.